سلام و درود به همه شما دوستان و همراهان برنامه آنلاین. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و میریم سراغ انعکاس تازه ترین خبرها در فضای مجازی. یکی از موضوعاتی که این روزها اقشار مختلف جامعه در موردش صحبت و ازش حمایت میکنند اعتصاب 14 آبان هست. اعتصابی که مربوط به کسبه و بازاریان. چند پست در همین رابطه رو با همدیگه میبینیم. فراخانی رو در همین رابطه در این پست میبینیم که بر روی اون نوشته 14 آبان فراخان به اعتصاب سراسری، اعتصاب بازاریان و کسبه. اعتراض به گرانی و تورم در روز دوشنبه 14 آبان. در هر شهر و روستا و در هر کوچه و خیابان مغازه های خود را می‌بندیم. پوستر دیگه‌ای را در همین رابطه می‌بینیم که دوباره به همین فراخان تاکید شده. این فراخوان‌ها حمایت‌هایی رو هم از طرف اقشار مختلف مردم به دنبال داشته. چند نمونه رو با هم دیگه می‌بینیم. از جمله اونها این عکس هست که بر روی اون نوشته اتحاد اتحاد اعتصاب اعتصاب. کلیه بازاریان به اعتصاب 14 آبان می‌پیوندیم. نه به گرانی، فقر و ظلم. وعده ما 14 آبان 97 دست در دست هم به آزادی می‌رسیم. حمایت بعدی مربوط به یک دانشجوه که بر روی برگه که به دست گرفته نوشته من دانشجوی شهروند میاندابی از اعتصاب سراسری 14 آبان حمایت میکنم. 3 آبان 97. همچنین حمایت دیگه مربوط میشه به یک شهروند اهل گیلان که گفته من به عنوان یک ایرانی از اعتصاب سراسری 14 آبان حمایت میکنم. گیلان 3 آبان ماه 97. هر روزی که به 7 آبان سالگرد کوروش نزدیکتر میشیم فراخوان‌هایی در رابطه با روز اعتراض در این روز در فضای مجازی منتشر و بیشتر تکثیر میشه. همچنین هشتگی با عنوان هشتگ خیزش 7 آبان هم در توییتر به طور گسترده فعال شده و کاربران فضای مجازی هم از اون حمایت میکنند. این پوستر رو در همین رابطه میبینیم که بر روی اون نوشته خیزش 7 آبان بزرگداشت کوروش از سراسر ایران در پاسارگاد جمع میشویم. ولی اعتراضات همچنان ادامه داره. جالب اینجاست که اعتراض و اعتصاب در هر قش باعث انگیزه اعتصاب و اعتراض در اقشار دیگه هم میشه. از جمله اونها میشه به اعتصاب معلمین اشاره کرد. یکی از علتهای اعتصاب معلمان کمبود بودجه بود که به آموزش و پرورش اختصاص داده شده بود. این بودجه در سال جاری فقط 9% بودجه کشور بود. البته جالب اینجاست که اعتصاب معلمان باعث انگیزه اعتراض در دانشجوها و حمایت دانش آموزان هم شده. این موضوع در دانش آموزان بیشتر چشمگیر بود. این اینفوگرافی رو در همین رابطه میبینیم. نوشته که همبستگی مدارس کشور در اعتصاب سراسری معلمان در مهر ماه و در این اینفوگرافی نشون داده شده که 337 مدرسه، 102 شهر و 29 استان از این اعتصاب سراسری حمایت کردند. همچنین لشکر پرشور دانش آموزان در میدان برای مقابله با غارت و ظلم حاکمان ستمگر با شور حال فعال بودند. یکی از شعارهایی که دانش آموزان در تجمعاتشون در حمایت از معلمان سر می دادن حق تحصیل رایگان بود. شاید براتون جالب باشه که بدونین در بعضی از کشورها علاوه بر این که تحصیل رایگانه برای بعضی از دانش آموزان مبلغی هم جهت کمک در نظر گرفته میشه. از جمله اونها میشه به کشور سوئد اشاره کرد. کشور سوئد ماهانه 187 دلار معادل 750 هزار تومان به دانش آموزانش پرداخت میکنه. فقط به دلیل اینکه اونها دانش آموز هستند. اما در کشور تحت حاکمیت آخوندها چی میگذره؟ این فیلم رو در همین رابطه میبینید. کاربری که این فیلم رو در فضای مجازی درج کرده نوشته در حالی که سران و نکبت‌زاده های حکومتی با پول و سرمایه ملت زندگی میکنند کودکان ایران
که باید به جای نشستن در پشت نیمکت‌های مدرسه و تحصیل باشند، در خیابان و مترو به دنبال یک لقمه نان می‌گردند. گرانی و تورم یکی از موضوعاتی که این روزها راه به اعتراض میبره. کاربران فضای مجازی هم به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند. فیلمی در همین رابطه از گرانی دارو رو با هم دیگه میبینیم. امروز 3 آبان رفتم دکتر، 3 قلم دارو به من داده 36,000 تومان. 25,000 تومان هم ویزیت خود دکتره بوده. 2 ماه هم بیکارم. بعد آقای میره پشت دریبون میگه امید من به شما جوان هاست. یعنی امیدت به من یکی باشه دادم. کاربر دیگه عکسی رو درش کرده از کوچیک شدن سایز بیسکویت معروف ساق طلایی به مرور، که اشاره داره به شیادی و حق بازی حکومت در صادر کردن اجناس به بازار. اما دزدی‌ها و چپاول‌ها و اختلاس‌های حکومتی به هیچ عنوان از چشم مردم پنهان نمی‌مونه. همچنان که در این تصویر می‌بینین، کاربری این عکس رو در فضای مجازی درج کرده و در همین رابطه نوشته: شرکت جهاد البنا به ظاهر لبنانیه، اما با سرمایه رژیم ایران در سوریه بیمارستان می‌سازه. پول ماهانه پخش می‌کنه. پتو، لباس، سوخت توزیع میکنه و جلوی فعالیت همه سازمانهای امدادی دیگر رو هم میگیره. پست دیگه در همین رابطه هست که کاربری درج کرده و گفته: دروغگو کم حافظ است. در حالی که ایران 80 میلیون جمعیت داره، 110 میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه هستند. اسمش مدیر کل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سلامت ایرانه که میگه آمار و ارقام نشان میدهد در حال حاضر 110 میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه هستند. اما شاید مزدورانش تو عراق و سوریه و یمن و لبنان رو هم حساب کرده و اشتباهی اینجا لو داده. تصویر دیگه ای هست از یک اثر باستانی در شیراز و تخریب اون. کاربری این عکس رو درج کرده و نوشته: هر کاشی که از دیوار مدرسه خان شیراز دزدیده میشه، تو بازار 150 تا 200 یورو فروخته میشه. کشور نیست که دزدخون است. هر کسی یه قسمتشو میبره. پایان بخش برنامه امروزمون صحبت‌های یک هموطن هست که به دزدی و چپاول‌های حکومتی اشاره می‌کنه. درود، سلام خدمت دوستان. اینجا منطقه 16، همونطور که ملاحظه می‌کنید خونه‌های قدیمی و بسیج این منطقه اومده دست گذاشته روی این خونه‌ای که مشاهده می‌کنید. دورش هم بستن، دارن توش استخراج عتیقه میکنن به اسم بازسازی. درود، سلام، مرسی، سلام. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیروزی همیشگی شما آرزوی ماست. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.